که در مورد اون صحبت خواهیم کرد رو برخی از منتقدین به عنوان یک اثر فرهنگی در قرن گذشته نام میبرن. داستان این فیلم در ادامه سری فیلم های جنگ ستارگان اتفاق میافته و دقیقا 30 سال بعد از فیلم The Return of the Jedi رخ میده. جی جی آبرامز به عنوان کارگردان و یکی از نویسندگان این اثر در آخرین نسخه از جنگ ستارگان که هفتمین اونها به حساب میاد با عنوان The Force Awakens وظیفه بسیار سنگینی رو بر عهده داشته تا مخاطبین پر و پا قرص این مجموعه رو راضی نگه داره که تا حدود زیادی هم موفق بوده. جی جی آبرامز با تلفیق نشانه ها و نقاط قوت فیلم های جورج لوکاس با لوکیشن های طبیعی و ترکیب موسیقی جان ویلیامز دست به خلق بهترین فیلم از مجموعه جنگ ستارگان زده. اما برخی از معتقدین عدم پایبندی به سگانه قبلی رو از نقاط ضعف این فیلم میبینن. این فیلم یک نمایش اپرای فضایی با مقدار کافی نوستالژی برای تحت تاثیر قرار دادن حتی سختگیرترین بچه‌های دهه 70 و 80 میلادیه، اما کمی بیش از حد روی بازیابی المان‌های قدیمی حساب باز کرده. نسخه جدید با هزینه 200 میلیون دلار ساخته شده و انتظار میره که رکورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما رو هم بشکنه. این شما و این هم بخش هایی از فیلم استار وارز The Force Awakens.